من شخصا از صحبت‌های همه همکارام از دیروز تا به الان خیلی استفاده کردم، برای اینکه گرایشی که من توش تخصص دارم کاملا متفاوت با گرایش تک تک این دوستان. و یه نکته فوق العاده جالب برای من اینه که با همین همایش ها که ما میایم، مطالب، نوع نگاه، صحبت ها خیلی مواقع برام تازگی داره. نه تنها گرایش ها متفاوته، یک امر دیگه هم خیلی تأثیر داره، اومدن از جوامع مختلف. یعنی در آلمان روانشناس بودن یک سری حساسیت های رو ایجاد میکنه که در فرانسه گاهی اوقات متفاوته، در بلژیک به نوع دیگه، تو کشورهای آنگلوساکسون اساسا یک داستان دیگه. یعنی همین دور هم جمع شدن نشون میده که روانشناسی هم به عنوان علم، حتی به عنوان علم، تا چه حد یه امر فرهنگیه. یعنی نمیتونه خارج از محیط اجتماعی که توش رشد میکنه، مشکلاتی که افراد دارن، مناسباتی که آدم ها با یکدیگر دارن، نمیتونه تو هوا شکل پیدا بکنه. و یه کار خیلی مهم در حقیقت برای یه روانشناس که اینه که متناسب با زمینه‌ای که میخواد توش کار بکنه، متناسب با فرهنگی که توش قرار داره، در حقیقت بتونه یک سیستمی رو، چون روانشناسی در نهایت درسته یک بخش عمدهش مسئله شناخته، اما شناخت برای شناخت نیست. یعنی پشت سر تو ناخودآگاه یا خودآگاه هر روانشناسی که داره تحقیق میکنه، مسئله درمان، مسئله حل کردن مشکل در حقیقت به نوعی حضور داره. و از ابتدای در حقیقت تاریخ روانپزشکی تا به امروز، شناخت روان و درمان روان یه جوری به هم پیوستگی داشت. خب من دوست و همکار بسیار عزیزم آقای کاظمیان مشکل من رو حل کرد، دیروز یه تاریخچه گفت که من در نتیجه از اون صرف نظر میکنم. فقط خیلی سریع اون نکته هایی که میخوام در رابطه با بحث امروز مطرح بکنم، فقط به اون نکته ها میپردازم. ایشون یه توضیح در مورد تاریخچه روانپزشکی داد. الان اینجا که میبینی، قبل از اینکه وارد به بحث خودم بشم، سه مرحله در رابطه با بحثی که من میخوام مطرح بکنم تو تاریخ علوم روانشناسی بسیار اهمیت داره. اساسا روانشناسی کلن به طور عام میشه گفت با پیدایش علم روانپزشکی از همون ابتدای، یعنی واژش ابتدای قرن 19 هم میشه گفت ابداع شد. حتی زمان لازم داشته اینکه این واژه توسط همه به کار برده بشه. اما از همون ابتدا یکی از مهمترین کارهایی که در حقیقت روانپزشکی انجام داد این بود که به نوعی مسئله دیوانگی رو، چون دیوانه ها رو در حقیقت مثل واژه‌ای که دیوانه در زبان فارسی داره، افرادی قلمداد میکردن که کاملا فاقد شعورن. یکی از مهمترین کارهای روانپزشکی اینه که اینو وارد حوزه علم کرد. دوم اینه که بخوام ترجمهش بکنم به فارسی، دیوانه رو تبدیل کرد به مجنون. یعنی اصطلاحی که در فرانسه مشخصا تو اون پریود به کار میبردن، الینه، یعنی کسی که از خودش بیگانه شده، حالا ما تو فارسی بهش میگیم مجنون. یک نکته خیلی مهم در این تغییر این بود که با یک فرد دیوانه، چون کاملا فاقد شعور تصور میشد، هیچ لزومی نداشت گفتگو بکنه. بعد اون کارهایی که لازمه و فکر میکردن میتونه بیماری رو، یا حتی اون موقع میگفتن اسمشو میذاشتن درمان اخلاقی، یعنی با اصلا مسئله دیوانگی وارد یک نظام و سیستم دیگه ای بود. اما از موقعی که وارد علم شد و از موقعی که دیوانه تبدیل به مجنون شد، گفتن که لااقل با مجنون شاید قدری مکالمه و گفتگو با اون احساس درونی که داره بتونه تو کار درمان کمک بکنه. یعنی این هم یکی از خدمات مهمی بود که شروع به هر حال علم روانپزشکی باعثش بود. اما روانپزشکی از همون ابتدا مدل پزشکی رو انتخاب کرد. یعنی
مسئله روان رو کاملا تابع جسم و بدن تصور کرد، مثل سایر بیماری های پزشکی، و برای توضیحش حالا در ابتدا فرض کنید دنبال یه ارگان میگشتن که خیلی سریع به این نتیجه رسیدن که خیلی از دلایل باید در درون مغز باشه، بعد مطالعه سلسله اعصاب بود، بعد مسئله ژنتیک بود، و تقریبا 60 سال اول روانپزشکی به این گذشت که چگونه میشه در جسم و بدن انسان دلایل، در حقیقت میشه گفت این اختلالات رو پیدا کرد. مرحله دوم، در حقیقت این مرحله اول روانپزشکی ابتدای قرن 19، در حقیقت میشه گفت با روانکاوی و ابتدای قرن 20 رخ داد. از چه نظر؟ از نظر تاریخی من میگم، به خود نظریه روانکاوی نمیخوام وارد بشم. از نظر تاریخی یکی از کارهای بسیار مهمی که فروید کرد این بود که به روان استقلال داد. یعنی با اینکه خودش پزشک بود، با اینکه عصب شناس بود، اما از یک مرحله به بعد، یعنی با شروع مطالعه روی هیستری، کم کم به این نتیجه رسید که نه، ظاهراً همونطور که بدن ما یک سیستم داره، روان ما هم به طور مستقل یک سیستم داره. اگر ما یک سو بدن داریم، یک سو دیگه اون اسمشو گذاشت دستگاه روانی، یک سو دیگه چیزی وجود داره به اسم دستگاه روانی. اگر بدن مکانیزم های دفاعی داره، مثلا مثل تو خون، روان هم برای شروع کرد یک سری مکانیزم های دفاعی قائل شدن. یعنی روان شروع کرد به مرور به پدیده مجزا از جسم تبدیل شد و اهمیت یافت. پیامد این اتفاق، یعنی با این تغییر نگاهی که بین جدایی، در حقیقت الان البته تلاش اینه که دوباره یگانگی این دو رو نشون بدن، ولی برای رسیدن به این یگانگی از این جدایی باید رد میشد. یعنی این یگانگی که امروز در موردش صحبت میشه، با اون برتری که در رابطه با بدن در ابتدا وجود داشت، به لحاظ کیفی خیلی متفاوته. یک نکته خیلی مهمی که روانکاوی آورد در ضمن اینی که روان رو مستقل کرد، اینی که اگر روان مستقل باشه، خب پس باید شناختش، باید سازکارها شدید. و مسئله چی مطرح شد؟ مسئله اینی که خب پس روان هم ما باید از کودکی شرایط رشدش رو بشناسیم، مثل بدن نیست. یعنی روانکاوی یک خدمت بسیار بزرگ دیگه‌ای که میشه گفت به علوم روانشناسی کرد، وارد کردن امر پیشگیری بود. یعنی اینی که اگه بیولوژیکه، اگه ژنتیکه، اگه مغزه، برای روانپزشکای قرن 19 هم به قول خودمون همینی که هست، باید فقط یه راههایی پیدا کرد برای اینکه بشه عوارضش رو تا جایی که میشه محدود کرد. اما وقتی اینو میذارین به عهده روان، وقتی که روان مستقل، مثلا تو روانکاوی از بعد به تولد شکل میگیره، نه اینکه پیش از تولد با فرد باشه، پس میشه قبل از اینی که ما به بیماری اساسا فکر بکنیم، به پیشگیری و مسئله سلامت روان به عنوان امری مجزا. برای روانشناسا، روانپزشکا بسیار دشواره. اینم برای ما یه چالش بود تیتر امسال، که ما به سلامت فکر بکنیم نه به بیماری. ما رو طورید میشه گفت تربیت کردن، یعنی دوست میشه پزشکا، اینکه هدف اصلیمون مقابله با دردها، گرفتاری ها و مشکلات افراد. اما از روانکاوی به بعد، در حقیقت با مسئله کم کم وارد شدن داستان پیشگیری، این نکته خیلی اهمیت پیدا کرد که به هر حال اگر ما به پیشگیری بخوایم بپردازیم، باید به سلامت بپردازیم. یعنی خارج از حیطه بیماری خیلی مسائل میشه شناخت و خیلی امور میشه پیش بینی کرد. قدم سوم که اینجا نظریه سیستمی که مطرح میکنم، که به دهه 60 میلادی در حقیقت آغازش شروع میشه، بعد از جنگ یک جنبش ضد روانپزشکی در غرب آغاز شد، هم در جامعه شناسی، هم در میان بعضی روانپزشکا، به خصوص در دو کشور ایتالیا و انگلستان. تو انگلستان یه سری جامعه شناسای خیلی بزرگ بودن که مثلا میگفتن اسکیزوفرنی فراورده زندگی اجتماعی. اسکیزوفرنی رو روابط ما
و شرایط اجتماعی اونه که در حقیقت به وجود میاره. توی ایتالیا این انقدر پیش رفت که به از بین رفتن در حقیقت دهه 70 از بین رفتن تمام بیمارستان‌های روانی شد. در حال حاضر در ایتالیا همچنان شما هیچ تختی برای بستری کردن بیمار روانی ندارید. یک سیستم فوق العاده البته جالبی هم خودشون ایجاد کردن، منحصر به خودشونه، نمیشه واقعا همه چیشو همه جا تکرار کرد، ولی من خودم تو سفر و یک کنگره‌ای که داشتم به ایتالیا که حتی یک شهری داشتن که در درون اون شهر افراد مبتلا به بیماری‌های سنگین با مردم عادی اون دهکده زندگی می‌کردن، یعنی بخشی از اون جامعه اطراف خودشون بودن. به هر حال این جنبش ضد روانپزشکی با اینکه یه سری نظریات خیلی افراطی مطرح کرد، یکیش همین که مثلا شما اسکیزوفرنی رو فقط فراورده مسائل اجتماعی بدونی، خب الان میدونیم که این حرف اشتباه است. با این حال یک تکان بسیار مهمی که داد، یعنی اگر روانپزشکی در حقیقت مسئله رو انسانیش کرد، مسئله بیماری رو، روانکاوی میشه گفتش که به روان به عنوان موجودی مجزا، پدیده مجزا نگاه کرد و امر پیشگیر رو به وجود آورد، مسئله نظریه های در حقیقت سیستمیک که شروع کرد به این صحبت کردم که در ادامه این جنبش ضد روانپزشکی بودن، ولی البته کاملا مسیر و خط اونها رو نرفتن. اینها چی میگفتن؟ میگفتن که خیلی موارد فرد امکان داره تمام خصوصیات سالم رو داشته باشه، اما علائم مرضی که از خودش نشون میده به خاطر روابطی باشه که با محیط، تو محیط اجتماعی داره با این زندگی میکنه. یعنی گاهی اوقات سیستمی که مریضه نه فرد، و ما با مقصر غلط، چون یه جور اتیکت زدنه دیگه، همچنان تو تمام کشورها بیماری روانی همچنان یه جنبه اجتماعی به مسابه اتیکت داره. یعنی حتی ما ببینیم تو محاوره با هم صحبت میکنیم، وقتی به یکی میگم چه خودتو باید بره پیش دکتر، میگه میخوای بگی من روانی هم، یعنی انگار که یک نوع اتهامه در حقیقت، انگار که یک نوع قضاوت اخلاقیه وقتی داریم این صحبت رو میکنیم. به هر حال نظریه سیستمیک تو دهه 60 در، ولی نظریه سیستمیک برای اینکه بتونه بمونه، برای اینکه اجتماع مهم باشه، شما ابزارهاشو باید داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی که شما تو ایتالیا تمام بیمارستانها رو از بین میبرین، باید بتونین مراکز دیگه‌ای که در خیلی نزدیک هستن به کسانی که از بیماری روحی رنج میبرن، باید به وجود بیارین. چیزی که اون وقت اینجا خیلی اهمیت داره، ایران اگه نگاه بکنیم ها، دائم اوقات خود علم تحتش تأثیر در حقیقت میشه گفت شرایط اجتماعی، به این معنا که در ایران خب مثل همه جای دنیا با روانپزشکی وارد شد. وقتی تاریخچه رو میبینین، اولین روانپزشکان متخصصای فرانسه و کشورهای اروپایی بودن. از دهه 50 به بعد بیشترین تعداد روانپزشکان در ایران تحصیلکرده کشورهای آنگلوساکسون، یعنی مدل های کاملا آنگل ساکسون رو آوردن حاکم کردن. الان ما واقعا داریم وارد این مرحله میشیم که یه مقدار به روانشناسی جا داده بشه، که این کار ساده ای نیست، ولی هنوز تا این مرحله سوم. این مرحله سوم یعنی چی؟ یعنی که تو اکثر کشورهایی که ما الان داریم اینجا تو اروپا زندگی میکنیم، تعداد افرادی که وظیفه‌شون اینه که به دیگران کمک بکنن، بلکه این ابزارها رو باید ساخت وقتی میخوان یه بیمارستان رو ببندن. فکر میکنین چند درصد از آدم ها هستن تو این جامعه هلند پول میگیرن که روی یک انسان دیگه کار کنن برای اینکه اون بهتر زندگی کنه؟ چند درصد به نظرتون میاد؟ نه مثلا مددکار اجتماعی، اینایی که توی تمام آدم هایی که وظیفهشون کار کردن با یه انسان دیگه است برای کمک بهش تو هر سطح، موقعی که چقدر؟ هلوش 30%. 30% افرادی که دارن تو این جامعه، ما اینو تو ایران نداریم، یعنی اگه شما این مدل سوم رو بیارین، دارو داریم اوکی، الان وضع کارخونه ها ماشاءالله خیلی خوب و تولید میکنن، روانشناسا تازه دارن کم کم یه مراکزی رو برای خودشون
درست میکنن در عین اینی که اون چیزی که من میشنوم، حالا همکارم اینجا خانم فروغی خیلی بهتر میتونه بگه، ولی همچنان قدرت روان پزشکی در ایران و کنترلش تو مرحله مسئله قدرت و شغلم هست. اون مشکلی که البته اینجا تو اروپا هم بود، خیلی چیزها رو اونها اداره میکنن، خیلی چیزها رو اونها تصمیم میگیرن، ولی به هر حال نظریه سیستمی از وقتی که شما مسائل اجتماعی رو میخواین به نوعی مربوط بدونین، باید سیستم جامعتون هم عوض کنین، باید مددکار اجتماعی داشته باشین، باید بتونین برین خونه افراد. من مثلا خودم 12 سال توی یه همچین چیز تو ایران فکر نمیکنم اینقدر هنوز مشکلات چیز تری هست. من 12 سال کارم کار کردم با بی خانمان ها در خیابان بود، با یه روان پزشک. یعنی هزینه ای که اینا صرف فرض کنید بی خانمان هاشون میکنن با این سرویس هاست که امکان میده تعداد تختشون و بیمارستان هاشون رو کاهش بده. و این یه توافق اروپایی ها، یعنی همه کشورهای اروپایی موظفن تا 2020-21-22 تمام تختای روان پزشکی رو از بین ببرن، برای اینکه به این نتیجه رسیدن که حل مشکل بیماری روانی در چارچوب بیمارستان صورت نمیگیره. ما باید امکاناتی ایجاد کنیم که این افراد بتونن بین ما زندگی کنن. این خب خودش داستان دیگه است. حالا ما اگر برسیم به اینجا، من به این صورت به شما نشون میدم این دو نوع چیز رو میتونم در حقیقت دو نوع نگاه، یه نگاهی که با روان پزشکی و بعد روانکاوی به وجود اومد، اساس میذاره رو شخصیت. یعنی روانکاوی از مسئله دستگاه روانی شروع کرد، ولی الان روانشناسا اکثرا به طور عمومی از واژه شخصیت استفاده میکنن. اون چیزی که در اثر کودکی شکل میگیره در ما در حقیقت درونی میشه، هویت شخصی ما رو میسازه. اما در مقابل این، اون چیزی که من تو تیتر صحبتم هم هست، هست نظام میانکنشی. یعنی چی؟ نظام میانکنشی یعنی در حقیقت شیوه و قراردادهایی که اصلا این ربطی هم به شخصیت ما نداره که روابط ما با هم داره. مثلا شخصیت حالا فرض کنید اگر بگیم خودشیفته، شخصیت خودشیفته ارتباط مستقیم با مسئله آبروداری نداره، نمیتون بگیم که ولی خودشیفته ایرانی باید طوری خودشیفته باشه که آبروداری رو بلد باشه. یه خودشیفته ایرانی که یه خودشیفته امریکایی که اساسا مفهومی به نام آبروداری رو نمیشناسه، مطمئنن نقش های اجتماعیش تحت تاثیر چیه؟ یعنی در حقیقت شخصیتش میدنم مثل چی میمونه؟ این دوتا اهم مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که شما یک بار سه خواهر چخوف رو بردارین، فقط اسم پرسوناژا رو صفحه اولش بخونین، یکم براتون توضیح بده این چه تیپ آدمی. ولی اگه شما تئاتر سه خواهر رو ندیدین، یعنی این افراد با این شخصیت ها چگونه در مقابل هم ظاهر میشن، چه روابطی دارن، نمیتونیم اون اتفاقاتی که اونجا افتاده، مثلا یه خواهری باعث شده که اون که خواهرش هیچوقت ازدواج نکنه رو نمیتونیم بفهمیم. اگه یه نفر بیاد تئاتر شکسپیر رو تبدیل بکنه که هاملت آدمی بود در فلان جا به دنیا آمد، پدرش در فلان سن مرد، نمیدونم اوفیلیا این مشخصاتش، چیزی که مهمه به این کاریه که رمان میکنه در حقیقت یه هنر کاملا مدرنه برخلاف شیوه های دیگه. رمان برای اولین بار در حقیقت چیکار میکنه تو قلب؟ میاد شناخت افراد رو بر اساس، یعنی بالزاک کاری که میکنه اینه، شناخت افراد رو بر اساس روابطشون سعی میکنه نشون بده. و این کاریه که علم نمیتونه بکنه. این هم مسئله که باید میشه فروید بگه که هنرمنده ها، این تیپ هنرمنده ها همیشه چند قدم از ما روانشناس ها جلوتر هست. یه مسائل رو میتونن ببینن در درون جامعه که ما نمیتونیم ببینیم. شخصیت یعنی اینکه من تو کودکی چجوری شکل گرفتم. نظام میانکنشی یعنی اینی که به من چه سناریوی میزنن کف دست من که من باید اون سناریو رو تو جامعه چیکار بکنم، بازی بکنم. به عنوان همسر، به عنوان همکار، به عنوان مسلمون، به عنوان نمیدونم همه این نقش هایی که در اساس یه سری قرار دادن.
سلامت روان ما، من صحبتم در حقیقت اینه، همونقدر به شکلگیری این شخصیت بستگی داره که به نظام میانکنشی که ما توی زندگی میکنیم. شما بهترین شخصیت اگه بذاریم توی یک نظام میانکنشی که ناسالمه، گاهی موقعا ناسالم نیست، فقط ناهمخوانه. اون آدم شخصیت هاملت قرار نیست سه خواهر چخوف رو بازی کنه. شما فرض کنید یهو هاملت رو بردارم بندازم وسط پیس چخوف، بگن از اینجا برو رو صحنه، ولی خودت هم باش. گاهی موقع روانشناسان اینو میگن، شما باید خودت باشی. مثل این میمونی که شما هاملت رو میندازید وسط یه نمایشنامه چخوف. تمامی روابطش و تمامی، یعنی یک فشاری داره اون روابط، یک قوانینی داره، درست مثل شخصیت. به راحتی نمیشه اونها رو چیکار کرد؟ نمیشه اونها رو کنار زد. حالا من میخوام، برای اینکه اگه ما این دوتا عامل رو حالا بخوایم در نظر بگیریم، یعنی هم شخصیت هم نظام میانکنشی، و برگردیم به موضوع سلامت، تو سه حالت میتونه یک ور قضیه لنگ باشه. اگه دو ور قضیه لنگ باشه که خب تکلیفمون روشن، ولی گاهی اوقات اگه یک ورش هم لنگ باشه میتونه یه سری مشکلاتی برای ما توی اولین حالت چیه؟ اولین حالت اختلال شخصیتی. این همون چیزیه که بیشترین صحبت‌ها رو تا حالا روانشناسا، روانکاوا، روانپزشکا در موردش کردن، و ما روانشناسی رو الان همش از این جهت میشنویم. تو فرهنگ فارسی خودمون فرق نمی‌کنه ایران یا خارج، فرق نمی‌کنه دکتر کلاهکوبی باشه یا مثلا فرض کنید چیز. یعنی چی؟ یعنی که شما اگر مثلا شخصیت خودشیفته‌ای داشته باشی، کلاهتون به قول خودمون پس معرکه است، یعنی در مسلمن در روابطتون دچار چی میشین؟ اختلال میشین. این یه شمای خیلی کلاسیک و قدیمیه، یعنی از ابتدای قرن بیستم میشه گفت ما داریم با این شما حرکت میکنیم. واسه اینکه من اصلا داخلش نمیشم، یعنی توضیح زیادی لازم نده. اما حالا این یکی شما را اگه ما بخواییم نگاه کنیم، یعنی اختلال در نظام میانکنشی که موجب اختلال در شخصیت میشه. یه مثال براتون میزنم. یک روش هایی ما داریم توی چیز، توی گفتگو کردن با هم، که خواسته یا ناخواسته میتونه طرف مقابل ما رو دچار مسئله کنه. مثلا یه چیز اصطلاحی هست که روانشناسی سیستمیک استفاده میکنن، بهش میگن دابل بایند، یعنی به اجبار دو سویه. یعنی شما بین دو انتخاب میذارن که هر کدومش انتخاب کنیم به ضرر شما. خیلی هم گاهی اوقات پیش میاد. تا وقتی بهش آگاه نباشید در دامش زندگی میکنید و اون احساس ناراحتی که از محیط میاد و بعدا میتونید تبدیل بکنید به یک احساس ناراحتی در درون خودتون و به خودتون برگردید. مثالش اینه، مثلا خیلی آده بخوام ساده و سریع و کاریکاتوریش، پس کنید یه مادری دو تا کروات میخرید به پسرش، یکی قرمز یکی زرد. پسر روز اول قرمز رو میزنه، مامانه میگه اه زرده رو دوست نداشتی؟ پسر روز دوم زرده رو میزنه، میگه قرمزه به این زودی دلتو زد؟ روز سوم هر دوتا رو میزنه، مادره میگه من از روز اول میدونستم این پسر من یه مشکلی داره. این قضیه مخصوصا وقتی شما تو رابطه عاطفی درگیره، اگه رابطه عاطفی نباشه، اگه همسایه باشه، وقتی تو رابطه عاطفی در بیرین یا اون پدر و مادر شماست یا همسر شماست، تو اون محدوده گیر میکنی، به مرور شما علائمی از مرض نشان خواهید داشت که اگر این سیستم رو روانشناس نشناسه و فقط بیاد استرابهای شما رو و افسردگی شما رو درمان بکنه، در حقیقت در حق شما ظلم بسیار زیاد میکنه. یعنی وقتی که مشکل از روابطی میانکنشی میاد، باید حتما سیستم تعریف کنه.
که اون اصلا یه بحث خاص خودش بود، تغییر یک سیستم به عنوان خانواده و اینا. توی فیلم های ایرانی آخر دهه 80 یه تکان خیلی مهم میخوردن، فیلم های روانشناسی زیاد به وجود اومد. یک سری از این فیلم ها به اختلال شخصیتی میپردازن، بهترین اشمار عبدالرضا کاهانی، یعنی واقعا سناریوهاش از نظر مدل کلاسیک روانشناسی، یکی از فیلم‌هاش فرمانونه یا شاهاب حسینی بازی میکنه، روی اسکیزوفرن رو بازی میکنه. والا من یه مدت فیلم‌های ایرانی رو نگاه میکنم، من میگم چه تصویر ما از دیوانه ها بینمون رایج، از سوت دلان و از قدیم. یکی از بهترین و دقیق‌ترین فیلم‌ها در حقیقت چیچی در مهه، میتونم قشنگ یادم نیست که شهاب حسینی باز میکنه رولی اسکیزوفرن که سعی میکنه اونو چیکار بکنه. اما ما تو سینمامون، یعنی این حتی از روانشناسی ما ایرانی ها خیلی جلوتره، تو سینمامون یک نوع دیگه به وجود اومده، اونم باز آخره دهه 80 خودش داره مطالعه داره که چطور توی سینمای ما یه همچین تغییر مهمی منتهیش از اسکر فرهادیه، که تو تمام فیلمهاش مشکلات روحی از رابطه بین آدم ها می و نحوه ای که سناریو رو می سازه عادت های فکری ما رو به کل به هم می ریزه. برای چی؟ شما گذشته هیچ کدوم از این آدم ها رو نمی شناسید. ما معمولا به اینا احتیاج داریم دیگه، برای که ذهنمون به اینها عادت کرده. همه اینها رو توی مدت خیلی کوتاه می بینیم. چهارشنبه سوری مثلا صبح شروع میشه، نمیدونید پدر مادرشون کی بودن، نمیدونید. شما تنها چیزی که این در اختیار شما میذاره روابط این آدم هست و مجبورین اگه بخواییم فیلم رو بفهمیم، دنبال بکنیم، قصه رو پی بگیریم، مجبورید به روابط دقت کنیم. یکی از فیلم‌های خیلی خوب سعادت آباد. فیلم سعادت آباد رو دیدیم؟ آمار آقای میگی توی سعادت آباد سعادت آباد مال آقای مازیار میری که نمانه اون دوای هشتاده. این از این بابت خیلی جالبه، نگاه کن. حالا بعضی کسی که معتقد فیلم من نیستن، میگن که نظر تکنیکی خوب نیست، ولی برای من در روانشناس فوق العاده این فیلم جالبیه. برای اینکه در ابتدا شما با یه شخصیتی قرار دارید که همه ما میتونیم سریع بگیم این آدم به قول روانشناسا پارانوئید، به همه چی مشکوکه، همه چی رو داره چکار میکنه، مدام چک میکنه. بعد که فیلم میره جلو متوجه میشیم که این آدم در حقیقت دلیل پارانوش روابطیه که افرادی که پیرامون میشن بایش. بعد این خیلی نکته مهمیه. بگذاریم از این که در علم روانپزشکی الان یک نظریه هست در مورد اصلا شخصیت پارانویا. شخصیت پارانویا تو آخرین تحقیقات جالب روانپزشکی حتی تبدیل شده به یه استراتژی تو رابطه. مدت‌ها یک شخصیت درونی تصور می‌شد. این فیلم قشنگ اینو نشون میده. اینو من خیلی سریع بخوام بهتون بگم برای اینکه ببینید، شما تو این فیلم سه تا زوج دارین، علی و لاله و تحمین و بهرام و یاسی و محسن. این سه تا زوج ظاهرا مدرنه. یعنی چی؟ یعنی شما تو خیلی از فیلم‌های جدید در مورد طبقه متوسط ایران اثری از خانواده گسترده نمی‌بینید، از بابا و مامان این زوج‌ها نمی‌بینید. ظاهراً زوج‌های نسبتاً مدرنی‌اند که از پدر مادر و خانواده‌های خودشون مستقل دارن زندگی می‌کنن و ظاهراً همه‌شون خودشون انتخاب کردن زوج‌هاشون. اما وقتی شما از خانواده گسترده فاصله می‌گیرین، سیستم‌های سنتی هم برای تنظیم رابطه از دست میدیم. یکی از این سیستم ها تو روابط زوجهای ایرانی چیه؟ مراجعه به فرد سوم، پادرمیانی. جای پادرمیانی و مکانیزم های سنتی در خانواده در حقیقت گذشته رو تو این فیلم، تو این سه زوج ایجاد راز میگیره. یعنی افراد برای یارگیری با همدیگه خارج از روابط زوجها یک سری رازها بینشون ایجاد میکنه. شما وقتی راز ایجاد میکنی در حقیقت
اینی که اطلاعات به طور مساوی تقسیم نشده، بازم این یه چیز رابطه‌ایه، قدرت رو تغییر میده. من وقتی از شما بیشتر تو رابطه اطلاع داشته باشم، قدرت من از شما بیشتره. یعنی اینجا اولین راز مثلا اینه که لاله حامل است، همه میدونن به جز علی که خیلی پارانویاک هست اقتدار. علی رو اول فیلم میبینی، اولین کاری که میکنه میره در پنجره داره چک میکنه که ببینی. شما خیلی راحت بر اساس عادتهای فکری میتونیم بگیم دیگه مرد ایرانی دیگه به هیچی و همه چی مشکوک. ولی وقتی میرین جلو میبینید که این رازها همینجور افزایش پیدا میکنه، بعد با راز بهرام و یاسیس آشنا میشین، میفهمیم این دوتا جوان که بودن همدیگر رو دوست داشتن به دلایلی که ما اصلا نمیدونیم یاسی با محسن ازدواج میکنه و بهرام با چی؟ با تخمینه. یه خورده میبینید جلوتر یه راز بین بهرام و محسن از زناشون قایم کردن که اینا یه پول هنگفتی رو گذاشتن رو هم دارن جنس قاچاق میان. بگذاریم از اینی که محسن در واقع سر بهرام داره کلا میذاره، جنسی در کار نیست. همه فیلمو تعریف کردیم. شما اگه اختلالات روابط اینجا بخواییم بفهمیم و فیلم هم اتفاقا این امکان رو بهتون نمیده، مراجعه به شخصیت ها هیچ کمکی بهتون نمیده. شما باید بیاین چیکار بکنیم؟ باید بیاین ببینیم که اینجا این آدم از نسبت به همه از قدرت پایین تری برخورداره. اینا هر کدومشون دو سه تا راز میدونن و این رازها بهشون امکان میده که معمولا رازها باید در درون هر خانواده باشه دیگه. ایجاد کردن راز خارج از خانواده مکانیزم های برای طبقه جوان ایجاد کرده تا بتونه نبود خانواده گسترده رو مثل گذشته چیکار بکنه، جبران. من یه دیگه جنبندی بکنم اینجا. حالا اگه ما بیاریم روی ناهماهنگی میان شخصیت و نظام میانکنشی، یعنی چی؟ یعنی نه شخصیت من مشکل داره نه نظام میانکنشی، ما به هم در هم ساخته نشد. این مثالش چیه؟ مهاجرت. در مهاجرت چه اتفاقی میفته؟ شخصیت من با من میاد، اما تمام نقشایی که برای من نوشته شده بود تو جامعه ایران اونا همه یهو پاک میشه، با یه جامعه‌ای مواجه هم که هم مرد و هم خارجی و هم اصلا تعریفایی که داره از روابط کاملا. این مثلا تو کاری که من میکنم با مهاجرها این خیلی مهمه. من نباید تو خیلی موارد، حتی خیلی داشتونم میانم که داغون هم و واقعا مشکل داشتن، اما یه درصد خیلی زیادشون حتی اختلال هم ندارن، حالا بیماری که هیچی، یعنی در یک وضعیتی بیگ کردن، یه وضعیت مثل نمایشنامه‌های پوچی میمونه، یعنی مثل هاملتی که قرار بره سه خواهر رو بازی بکنه، تمام عمرش تربیت شده برای یک سری نقشا، یه بود توی جامعه قرار میگیره که اون نقشا کاملا نمیتونید شما برگردونید به نظام میانکنشی، برای اینکه اینا دارن زندگی خودشون رو میکنن، اصلا هیچ تعهدی نداده بودن که ما بیارم اینجا زندگی بکنیم، نمیتونید برگردونید به شخصیت. این ناهماهنگیه که میتونه مشکل ایجاد کنه. یه مثال دیگه چه من میگم اون رو خودتون میتونید نگاه بکنید که تو جامعه ما این ناهماهنگی امروز وجود داره. و یکی از فیلم های خیلی خوبی که من به شخص خودم خیلی ازش یاد گرفتم که یه نقدی هم در موردش نوشتم، در مورد سعادت آباد هم نوشتم، هر دو رو شما میتونید پیدا بکنید، فیلم فروشنده است. شخصیت اما شخصیتی که در نهاد خانواده شکل گرفته و ما اینو تو رابطهش با همسرش میبینیم، نه قیصر نه داشاکور، با نقشهای اجتماعیش یعنی نظام میانکنشی یعنی غیرتمندی جور در نمیاد. برای چی؟ برای اینکه در ایران دو تا نهاد اصلی جامعه و پذیری بچه ها خیلی وقتی که از هم طلاق گرفتن، خانواده و مدرسه، این دو عامل توی ساختن هم شخصیت و هم آماده کردن برای نظام میانکنشی تو همه جوامع خیلی مهمه. اما خانواده
حداقل تو 30 سال گذشته میشه گفتش که به نوعی خانواده طبقه متوسط، من به همه بحثش نمیدم، تربیت کودکان رو در تضاد با چیزهایی که در مدرسه یک بچه میشنوه و اماق و تضادهای درونی اماق نه نشانه بیماری اماقه، نه فقط به جامعه برمیگرده، بلکه فردی که تربیت نشده برای اینکه مثل قیصر یا مثل داشاپور اون رول ها رو انجام بده. خیلی ممنون توجه.